قاپی سرقت گوشی و زورگیری عادت این سارقان شده بود. سارقانی که هیچ وقت فکر نمی‌کردن روزی به دام پلیس بیفتن. شما خیلی هم اگه یه رفع شب داشته باشین که دوستان رو چند ساعت دیگه پاک نمر بکنن هیچ با اقلاق بدونی که به نفس شایسته اقدام بکنیم به قول قوه اقلاقی مجموعاً حدود 500 نفر نیروی عملیاتی به کار می شود در قالب 90 تیم برای چی دستگی شده؟ خرید و فروش موبایل درقتی بوده؟ به ما اتهام زدن خرید و فروش نمیکنس گوشی های سرقتی ها؟ در عملیات امروز پلیس تهران 123 سارق به همراه چند سرکرده باندهای سرقت دستگیر شدند. سردار ساجدینیا گفته سارقان با شناسایی تومه‌هاشون گروهی حمله و اموال مالباخته رو به سرقت می‌بردند. اما تو حرف‌های امروز سردار به یک جوابی رسیدیم که خیلی وقت بود به دنبالش بودیم. چرا گوشی‌های سرقتی با وجود ردیابی‌های مخابرات پیدا نمیشه؟ 4 نفر که از اتباع بیگانه هستند و با این باندها ارتباط داشتن و عملاً در 4 کشور همسایه به حال این اموال سرقتی خصوصاً لپتاپ‌ها و تبلت و موبایل رو که سرقت می‌شد رو اینا خریداری می‌کردن و رمزگشایی می‌کردن و پاک می‌کردن این موبایل‌ها رو حافظش ها و به عنوان موبایل های دست دوم قابل بهره برداری به کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان و آذربایجان می‌برد.